سوره مائده جزء 6 آیه 24 تا 31. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بنی اسرائیل گفتند ای موسی، تا زمانی که آنها در آنجا هستند ما هرگز وارد نخواهیم شد، تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما همینجا نشسته ایم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسى گفت پروردگارا، من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم، پس میان ما و این گروه نافرمان جدایی بیفکن. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. خداوند فرمود آن سرزمین مقدس تا 40 سال بر آنها حرام شده است، پیوسته در زمین سرگردان خواهند بود، پس بر این گروه نافرمان غمگین مباش. واتل عليهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. و ای پیامبر ما، داستان دو فرزندان آدم هابیل و قابیل به حق بر آنها بخوان، هنگامی که هر کدام برای تقرب الهی قربانی تقدیم کردند، پس از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. او گفت قطعا تو را خواهم کشت. برادرش گفت خداوند فقط از پرهیزگاران میپذیرد، من تقصیری ندارم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اگر تو دستت برای کشتن من دراز کنی، من هرگز دست خود را به سوی تو دراز نخواهم کرد تا تو را بکشم، زیرا من از الله پروردگار جهانیان می ترسم. اینی ارید ان تبوء بی اثمی و اثمک فتکون من اصحاب النار و ذلك جزاء الظالمین. من می خواهم که تو با گناه من و گناه خودت بازگردی و از اهل دوزخ باشی و این است سزای ستمکاران. فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. پس نفس سرکش او کشتن برادرش را برایش آراست جلوه داد و او را کشت و از زیانکاران شد. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه
قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. آنگاه خداوند کلاغی را فرستاد که در زمین جستجو می کرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را بپوشاند. او گفت وای بر من، آیا من آنقدر درمانده ام که همچون این کلاغ باشم و جسد برادرم را بپوشانم؟ و سرانجام پشیمان شد.